خب میخواییم برسیم به این جینگولک ها. ویدیویی رو دیدم خوشم اومد، گفتم براتون بسازیم. اوکی، چیکار باید بکنیم؟ بریم در Adobe Illustrator و اونجا بهتر کنیم. برای ساختن این از بلند استفاده میکنیم، درست مثل همون قصه گلا، ولی این بار تارگت هامونو متقارن نمی کنیم، یه مقداری جای تارگت هامونو عوض میکنیم. خب من از یک بله رکورد داره میشه دیگه. از یه پریست آچار افقی استفاده میکنیم. البته خوشم نیومد از آچار، یه خود درازترش میکنم قشنگتر میشه. اوکی، کاری که میکنم یه رنگ بسازیم. اگر پنجره گریدینت رو باز بکنیم به این اینو ببریم این ور، اینو بیاریم این ور. خب بیرونش که سفید میشه، هیچ بحثی نیست. میایم اینجا رنگش رو میاریم تو مایه زرد، اما یه خورده میکشیم زردش رو، نارنجی تر میکنیم. یک گره دیگه هم باز میکنیم اینجا، خورده قرمز هم میاریم داخلش به این صورت. خوبه، اوکی، اینو میذاریمش بیرون پروژه. سایزش خیلی مهم نیست، مهم اینه که بسازیم. حالا باز یه ستاره میزنیم، ستاره که انتخاب میکنیم، مثلا یادداشت کردم 32 وجهی خوبه. اینو کمی درشتش میکنم. خط دور واقعا نمیخوایم، اینه که من اینجا اینو میذارم. اما اگر با فلش سفیده همه اینا رو انتخاب کنیم، یه خورده ما اینا رو گرد کنیم خوب میشه. حالا کنترل سی کنترل اف، یه کپی رو خودش میذارم، کوچیکش میکنم تا اینجا. انتخابش رو میکنم و میرم در قسمت بلند آپشن، اسپسیفاید، عدد 100 خوبه. و بعد یاد بگیرید دیگه، Alt Control B میزنیم و بلند اعمال میشه. الان اگه دقت کنید از این شکل 100 تا ساخته شده تا رسیده به اینجا. خب حالا دیگه کلش رو انتخاب میکنم و بهش یک روفن میدم. روفنی که انتخاب کردم اعدادی که جواب میده یکی 18 ابسولوت باشه، البته ابسولوت و ریلیتیف فقط واحد اندازه‌گیری اینجا رو عوض کنه، هیچ تأثیری نداره. دیتیلز 0 اسموت، ببینیم چی میشه. اینو داریم. منفی 18 معنی نداره آخه،
این برای بلوت 18%. خوبه. حالا افکت دیستورد روفن، روفن دادیم، پاکر باید میدونیم قبلش، نه دادیم مثلا دیستورد پاکر، پاکر 18% بدیم، منفی 18. اشتباهی داشتم به دیستورت به روفن میدادم دیگه. اینا رو الان با توجه به تمرین قبل بلدیم. میرم تو روفن. روفنی که انتخاب کردیم باز 18% مثلا دیتیلز سف اسموت میشه. منتها حالا خوب نگاه کنیم، من اینجا چند تا شکل دارم. اگه زوم کنم با این فلش سفیدای نمیتونم این دومی رو انتخاب کنم، و بعد اگر ببرمش بالا چی میشه؟ ببین این یه بخششو داره میره بالا، شکل ریخ به هم. یکی از پوینتاش رفت بالا، این به درد من نمیخوره، من خواهم همهش رو ببرم. چیکار کنیم که این شکل بره بالا؟ برای این کار برم جلو، بعد از اینکه انتخابش کردی کلیک راست کنید و یه دبل کلیک کنید روش، آیزولیت میشه. آیزولیت که شد، شکل آیزولیت شد، اینو میتونید با دستم ببرید بالا. ببینیدش اینجا ببینید. پس با دبل کلید آیزولیت میشه. آیزولیت در فارسی میشه ایزوله. یک بار دیگه برمیگیم عقب، از ایزوله در میم. من میخوام این شکل و این وسطش رو حرکت بدم، دبل کلیک. حالا اینجا رو میتونم با شیفت ببرم اینجا، درست؟ برمیگیم بیرون از آیزولیت، میایم بیرون کنترل صفر، این شکل رو میایم پایین تر، یه خورده کوچیکترش میکنیم، اینجا میذاریم. حالا تقریبا کار تمومه، اما یه سری کارهای خاص میخوام بکنم. مثلا یه مقدار اینو پاک کنم دیگه، اینو لازم ندارم. میام اینجا یه بک‌گراند میخوام درست کنم، Arrange Send to Back. بک‌گراندم رو رنگش رو مثلا میگیریم نارنجی، برای اینکه توجهی رو جلب کنیم روی سوژمون یک باکس رنگی تقریبا اینجا درست میکنم، خط دوره هیچی، رنگش روشن‌تر. آبجکت امروز میخوام ادیت کالر ریکالر لومیننس میبینید روشن‌تر از خیلی کم، مثلا اینقدر. این رو با آلت با کنترل کروشه میبرم پشت شکل. کنترل کروشه مثل چی میمونه؟ مثل اینه که بگی ارنج سند بکوارد سند فوروارد، کنترل کروشه. فی افکت بلر لب 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 گشین پریویو، یه خوده محوش میکنم، از اون حالت لبدار خارجه. ببین یه روشنی پشت کاره. اگر دیدید خیلی کمه هم میتونید رنگش اینجا مثلا تغییر بدید یه خورده،
همینطور بریم تو ریکالر. درست شد؟ خب خیلی دایره خیلی داتیه، من اینو انتخاب میکنم، آلت رو نگه میدارم، یه خود از دو طرف میکشم، اینجوری باحالتره. خب حالا یه سایه زیرش میزنیم، یه بیزی میاریم اینجا میکشیم، خیلی بزرگه، آلت رو نگه میداریم مثلا اینقدر، انتخابش میکنم، یه مقداری رنگشو از زمینه در واقع دارم استفاده میکنم، زمین اینکه توش قرمزه ولی تیرم هست، منتها در پنجره به نام ترانسپرنسی مود رنگی رو میذارم رو مالتیپلای که درگیر بشه با پس زمینه و اوپاسیتیش رو کم میکنم و میتونم بلر بدم، میتونم برم گرادینت بدم، ولی با بلر خب راحت ترم، حس سایه بده، انگار شکلمون واقعا اونجا وایساده. درست شد؟ حالا چش و دماغ و اینا میکشیم ببینیم چجوری بکشیم، مثلا شاید بتونیم با این چشم کنار بیاییم، اینجا رو میکشیم به صورت چه رنگیش کنم؟ سفید. سواچ میخوام، سواچ. اینا بد نیست شورتکاتش هم یاد بگیرین، اینا شورتکات نداره. سواچ. بخندن همه؟ همه؟ شما خانم؟ شما؟ خب حالا بریم سراغ تخم چشمش، کنترل سی کنترل اف، اینجا آلت رو میگیریم این پایین، مشکی دیگه درسته؟ به خود زیادی چسبید میمیمتن، برای اینکه چشمش از این حالات دو بعدی در بیاد بد نیست یه گرادینتی روش بدیم، موافقی؟ بله استاد، هرچی شما بگین. شما هرچی شما بگی؟ شما خانم؟ بسیار. اینجا میریم روی این حالت، اینجا هم سفید میکنیم، منتها وسطش رو بد نیست یه خورده، حالا حتی اینطوری تر کن. خب این خط دورش خوبه، استروکش به نظرتون؟ بذار اینو ویندو کلاسیک کنیم، سرویس کرد ما رو از بس که چیزایی که میخوایم دم دستمون نیست، این بالا کلاسیک، قطر دور چش رو زیاد کنیم، خیلی شد، اینو بیاریم این ورتر. منتها برای خوشگلی کار چیکار میکنیم؟ براقیت هم درست میکنیم، یعنی چی؟ یعنی اینو میگیریم، آلت رو میگیریم، شیفت رو میگیریم که این برق بزنه، رنگش رو میکنیم سفید، خط دور نشته باشه، برق کجا میفته؟ اینجا و یکم بالاتر دیگه، معمولا ژاپنیا خدای برق چشم، تو کارتوناشون دیدی؟ یه دونه اینجا میفته، یه دونه اینجا. خب اینا رو گروپ میکنم، کنترل جی، میام اینجا داخل پروژه، اینا رو ببندیم، اینو بذاریمش اینجا، حالا با خیلی راحت کوچیکش کنیم، کنترل سی کنترل اف، بیاریمش اینجا، اما چکارش کنیم؟ فیلیپش کنیم، یعنی بیایم روت کی گفت روتیت بزنه، باقی بزن پس گردنش، کی گفت روتیت؟ رفلکت، اینم رفلکت. تقریبا وسطه، البته میتونیم با الائنمنت وسط کنیم، مثلا بگیم الائن کن به پروژه وسط.
اشتباه کردیم. خب به نظرم که باید پشتش یه خورده تیره بشه، یعنی جای چشا رو یه خورده تیره کنیم. ببینید انتخابشون کنید، کنترل جی بزنید، حالا کنترل سی، کنترل بی، یه کپی الان پشتشه، باورتون میشه؟ ببین یه کپی پشتشه. خب این جلویه رو انتخاب کنیم، پنج لایه ها رو ببینیم. این چشم جلویی است، خاموشش کنم چشم پشتی دیده میشه. پشتی رو انتخاب میکنم، کلن مثلا رنگشون کنیم این رنگی، مثلا پرتغالی تو این مایا چه قشنگ. چرا؟ چه اینجوری شد؟ خدا اینکه گرادینت داره الان درست شد. Object Pathfinder مرجشون کنیم، حالا با خیلی راحت هر رنگی بخوایم میتونیم بدیم. اون حالت در واقع گرادینت و اینا داشت، از پیچیده بود. خب حالا چشا رو دیگه روشن کنیم، ولی همچنان این انتخاب شد، اینا انتخاب شده باشن. یه خورده بلرش کنیم، فیلتر بلر راشین. این بلرمون باعث بشه یه خورده این پشتی بشه تیره بشن، و با پنجره ترانسپرنسی مودشون هم بذاریم رو مالتیپلای با پشت ترکیب شد رنگشون، یعنی این پشت تیره است و ترکیب شد، ولی یه خود رنگشون باز من باید تیره ترشه به نظر من اینجوری تر. و بعدم یه دماغ لازم داریم، برای اینکه چون دارم دماغ اگه دایره باشه اون شکل دختر میشه، دماغ بیزی باشه یه خود پسرتر میشه، درسته؟ دماغ اگه به چشم نزدیک بشه سن بالا میره، دماغ اگه بیریخ باشه ازدواج تعطیل میشه. دماغ خیلی عنصر مهمیه. خب یه دماغ میسازیم ولی بهش گرادینت میدیم، مثلا از نوع لینیر مونتا. دماغ یه شکلی که خودش نارنجیه دیگه باید قرمز بشه، یعنی نارنجی تورتر بشه. ببینید اینجا میذارم اینجا، خوبه خود رنگی این اینه D4A600. میام اینجا وامیسم میدمش اینجا، از دو طرف الان یه رنگ. حالا بیریم وسط، وسط چون طبیعتا برجستگی باید روشن ترشه. این هم میذارم روی سیتا، اینو میذاریم روی 35 تا، این هم میذاریم روی 35 تا، البته منفی 35 تا. خاک تو سرش، بس بود بریم و 35 از 100 65 تا. واقعا میفهمین الان چیکار کنم؟ این 35 درصد از اینجا حساب میشه، این 65 درصد از اینجا، فاصله بهتشت. ولی رنگ چیه اینجا؟ اینجا باید روی 50 باشه، منتها روشنتر. خوبه به نظرم اینم خط دور میخواد، یه خود کارتونتر بهتره. گود، ساختیم دیگه، موفق شدیم.
کافی تو رو خدا اصلا دو. خب حالا اگه رنگای دیگه از این بخواید چیکار میکنید شما؟ ریکالر. نرید دونه دونه رنگ رو سواز کنی ها، یعنی بخواید رنگی نواز کنی دیگه میری تو ریکالر، خیلی راحت ازش شکلای دیگه میسازی. خیلی خوب، خیلی خوشحال شدین امروز و خدا نگهدار. خواهرم حجابتون شما. بله ممنون.